خب فرمان میرو رو داریم، مشخصا قرینه میکنه یه جسمو. من یه جسم ایجاد میکنم از همون اشکال اولیه، یه تیپات، و در واقع فرمان میرور رو اجرا میکنم. موفم اگر فعال باشه شاید درک بهتری داشته باشید ازش. این میرور، حالت میرور که اتفاق افتاد، یعنی کلیک چپ که میکنم روی این فرمان، یه پنجره باز میشه. قسمت بالا میرور اکسسه که محورهای قرینه رو مشخص میکنه، و قسمت پایین تر کلون سلکشن. توی قسمت میرور اکسس من میتونم انتخاب کنم که X, Y و یا Z محور قرینم باشه. توی این قسمت میتونیم صفحات رو مشخص کنیم که در چه صفحه قرینه بشه. اوکی؟ پس این محورهای قرینه و اینم صفحات قرینه. این قسمت آفست میکنه، یعنی اینکه اگر من توی محور X اینو قرینه کردم، جابجا هم بکنه، یعنی یک فاصله ای برای اون در واقع قرینه تعریف کنه. اینو بهتر درک میکنید وقتی من از این قسمت استفاده کنم. پس اینجا محورهای قرینه مشخص میشه. توی قسمت کلون سلکشن حالتهای نو کلون، کپی، اینستنس و رفرنس رو دارید. درست شد؟ من حالت کپی رو انتخاب میکنم، یه جسم دیگه هم ایجاد شد، یعنی قرینه و در واقع ایجاد یک جسم دیگه، اما آفست صفره. حالا اگر من اینجا تایپ کنم مثلا 100 سانتی متر یه متر، توی فاصله یک متری یه تیپات دیگه ایجاد کرد، مثلا بزنم 250 سانتی متر، توی فاصله 250 سانتی متری قرینه یه تیپات اول ما داریم. اینم از این. اما خب حالتهای اینستنس و رفرنس رو هم داریم. فرق کپی و اینستنس و رفرنس چیه؟ من ابتدا فرق این دوتا رو خدمتتون بگم. به این، تو حالت کپی وقتی ما یه جسم دیگه داریم، وقتی میریم توی پارامترهای جسم، خاطرتون هست دیگه هر جسمی یه پارامتری داره، پارامترهای یه باکس هم خیلی مشخصه، این بادیشه، لید و قسمت‌های دیگه، هندل، سگمنت رو هم حتی اگر تغییر بدیم جزی از پارامتراست. درست شد؟ با تغییر پارامترهای یک جسم هیچ تغییری روی اون جسم دیگه ایجاد نشد. درسته؟ من اصلا هر کاری میخوام روی این در واقع تیپات انجام بدم، اون تیپات هیچ تغییر نمیکنه. این تو حالت کپیه. برگردیم تو حالت در واقع اینستنس. مثلا این میرور، حالتی که میخوام انتخاب کنم اینستنس، یه فاصله هم بدم که متوجهش بشه، اینستنس. تو حالت اینستنس با تغییر پارامترهای یک جسم، جسم دیگه هم چی میشه بچه ها؟ تغییر میکنه. فرقی نمیکنه کدوم من تغییر بدم، چه در واقع جسم ابتدایی و چه جسمی که قرینه اون جسم است. پس من هر کدوم از اینا رو پارامتراشو تغییر بدم، اون یکی جسمم تغییر میکنه. خب بریم سراغ این که باز اینستنس با رفرنس چه فرقی میکنه. اینم حالت رفرنس. ببینید توی حالت رفرنس اینجوریه که اگر من بیام در واقع یک مودیفایری مثلا به جسم دوم اعمال کنم، با مودیفایرها آشنا میشید بچه ها بعدن، اوکی؟ اما مودیفایرها چیزهایی هستن در واقع زیر مجموعه مودیفای، خب میتونن یه سری تغییرات رو اعمال کنن خارج از بحث فقط پارامتر. توی پارامتر مثلا یک باگ چیز خاصی نداره، سرش و دستش و لولش و فلان رو میتونین تغییر بدین، سگمنت ها و ردیوسش رو. اما مودیفایر لیستا اینطوری ان که شما واردش میشین، مثلا تابعی داره به اسم تابع بند، میتونه خمش بده به جسم. ببینید من دارم این در واقع مودیفایر رو به جسم اولی اعمال میکنم، یعنی جسم پدر در اصطلاح حالا بچهای تیردی و این جسم فرزند. درست شد؟ وقتی تغییر رو به این اعمال میکنم اونم تغییر میکنه. اما اگر من بیام این رو به جسم فرزند اعمال کنم، یعنی من به این بند بدم و تغییر ایجاد کنم، میبینید که هیچ تغییری روی اون جسم ابتدایی و جسم رفرنس اصلی ایجاد نشد. این تفاوتشه. حالا باز برای اینکه مرور کرده باشیم، پس اگر این حالتش اینستنس باشه فرقی نمیکنه، من تغییرات رو به هر کدوم اعمال کنم اون یکی هم تغییر میکنه. باز برای درک بهترتون ببینید این جسم دوم دیگه، ولی من اگر به این هم بند بدم میبینید که جسم اول رو تحت تاثیر قرار میده. اوکی؟ پس توی پارامترهای میرور شما وقتی کلیک چپ میکنید این پنجره باز میشه،
محورهای قرینه رو مشخص میکنید، میتونید فاصله جسم قرینه شده با جسم اصلی رو مشخص کنید. توی قسمت کلان سلکشن نو کلان که هیچ در واقع تکثیری از جسم نمیگیره، حالت کاپی رو دارین که با تغییر پارامترهای یک جسم، جسم دیگه هیچ تغییری نمیکنه، فرقی هم نمیکنه کدوم جسم اصلی باشه و کدوم در واقع جسم دوم باشه. من اینو تغییر میدم اون تغییر نمیکنه، اینو تغییر میدم اون تغییر نمیکنه. اما در حالت اینستنس با تغییر پارامترهای یک جسم، جسم دیگه هم تغییر میکرد، این حالت فرقی نمیکنه کدوم من تغییر بدم، هر کدوم تغییر بدم اون یکی هم تغییر میکنه. اما در حالت رفرنس که اون حالت آخری باشه، فقط با تغییر جسم اولیه، جسم پدر هستش که جسم فرزند تغییر میکنه. اینجا تغییرات رو اعمال نمیتونم بکنم. الان اگر به این بند مثلا بدم، با بند این بند اون تغییر میکنه، اما اگر من به این بند اعمال کنم روی جسم اصلی تغییری ایجاد نمیکنه. اینم در واقع فرمان میرور و تفاوتای در واقع کاپی، اینستنس و رفرنس. یه نکته هم بهتون بگم بچه ها، ببینید من این جسم رو تو حالت اینستنس فرضاً قرار میدم و میام اسکیلش میکنم. خب هر کدوم رو اسکیل میکنم اون یکیش تغییر نمیکنه. گاهی اوقات بچه ها فکر میکنن خب فرمان اسکیل رو هم دارن اعمال میکنن، چرا حالت اینستنس اعمال نمیشه؟ حالت اینستنس فقط بچه ها با تغییر پارامتر هاست، یعنی موو، روتیت و اسکیل فرمانی هستش که ما داریم به یه جسم اعمال میکنیم، جزی از پارامتر نیست. پارامتر اون چیزی که توی مودیفای جسم هست. بله اگر ایناها رو تغییر بدین اون تغییر پذیری رو خواهید دید. یه نکته دیگه من خدمتون بگم، وقتی یه جسم رو اینستنس کردید، این اینستنس الان و این دوتا جسم هم وابستن، میخواین اینا رو از حالت اینستنس خارج کنید، توی همون مودیفایشون بچه یه قسمتی هست به اسم make unique. وقتی کلیک میکنید اینا از هم جدا شدن و هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. این اونجاییه که میخواین یه جسم رو به حالت مستقل برگردون، که اگر من اینجا تو حالت میرورم حالت کاپی رو انتخاب کنم، شما متوجه میشین که این گزینه اصلا چی؟ فریزه، چون هر کدوم از اینا خودشون یونیک هستن. امیدوارم کامل متوجه شده باشید.